همزمان با پایان زمان رأی‌گیری، خبرگزاری‌های وابسته به حکومت از مشارکت حدوداً 40% در انتخابات خبر دادند، در حالی که تصاویر منتشر شده از سوی شهروندان حکایت از آن دارد که میزان واقعی مشارکت در انتخابات روز جمعه به مراتب کمتر از 40% است. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مدعی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. ننگ است برای یک ملتی مثل بعضی از این ملت‌هایی که می‌بینید شما با همه باد و بروتی که دارن در انتخابات ریاست جمهوریشون 35% 40% حائزین شرایط شرکت می‌کنن. ننگ برای اونا. پیداست مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا دارن، نه امید دارن. بخشی از سخنرانی قدیمی خامنه‌ای را شنیدید. طبق اعلام خبرگزاری دولت، از 61 میلیون ایرانی واجد شرایط رأی دادن، 25 میلیون نفر پای صندوق‌های رأی رفتند. در دیدگاه با آسیا امینی، فعال و تحلیلگر اجتماعی از نروژ همراه می‌شویم تا نگاهی داشته باشیم به انتخاباتی که حتی رسانه‌های داخل ایران هم آن را کم رونق‌ترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی دانستند. خانم امینی، در ابتدا بفرمایید عدم شرکت مردم در انتخابات این بار چه تفاوتی با انتخابات سالهای پیش داره؟ سلام خدمت شما و شنونده های این برنامه. ببینید، ما انتخابات مجلس امسال اولین انتخابات مجلس بعد از اتفاق مهم خیزش زن زندگی آزادی در ایران، بنابراین یکی از ویژگی های مهمش در واقع یک برگزاری انتخاباتی بود که یک شورش بزرگ، یک قیام بزرگی که نفی کل ساختار جمهوری اسلامی رو زیر سوال برده بود در پی داشت و بنابراین با توجه به سرکوب گسترده که در دو سال اخیر رخ داده در ایران، با توجه به نبود آزادی بیان، نبود صداهای متنوع منتقد یا مخالف اون نظم مسلط سیاسی در ایران، مسئله تحریم انتخابات تبدیل شد به یک روش جدیدی برای بیان اعتراض، برای نمایان کردن مبارزه. برای همین شاید دلایل مختلفی بشه بیان کرد برای تفاوت تحریم انتخابات در این دوره نسبت به دوره‌های پیشین. یکی از مهمترین اونها شاید این هست که اگر زمانی مسئله تحریم انتخابات بحث رقابت بین گروه‌های مختلفی بود که ممکن بود حذف بشن، یعنی بخشی از رقابت سیاسی در داخل چارچوب سیاست حاکم بود، امروز دیگه مسئله تحریم انتخابات تبدیل شده بود به مشارکت در جنایت یا حمایت در عادی سازی جنایت. خب بین این دو تا از نظر محتوایی تفاوت خیلی زیادی وجود داره و همونطور که گفتم دسته هایی که گروه های مختلفی که حمایت کردن از تحریم، از گروه هایی که همیشه فعالن مثل اکتیویست ها، فعالان مدنی، فعالان سیاسی، تا گروه های صنفی، شورای صنفی معلمان، شورای صنفی فرهنگیان، بخشی از بدنه جنبش کارگری و خانواده های دادخواه، اینها این تنوع و گستردگی هم بخش دیگری از ویژگی تحریم کننده گام بود که به نظر من در این دوره باعث شد که یک شاید همبستگی ملی دیگری رو شاهد بودیم. خانم امینی، آیا آمار قابل قبولی برای میزان مشارکت مردم در انتخابات وجود داره؟ با توجه به همین آمار چه نتایج قابل استنتاجه؟ ببینید، بحث آمار در ایران همیشه ما رو باید با یک اما و اگرهایی همراه بکنه. از یک سو ما به آماری که حکومت اعلام میکنه نمیتونیم اعتماد بکنیم، به دلایل مختلفی، از جمله آمارسازی و دروغ پراکنی که در طول سالهای مختلف در حوزه های مختلف شاهدش بودیم، از شما از بیماری کووید بگیرید تا بسیاری از اتفاقهای دیگه، همواره با خبرسازی و دروغگویی و آمارسازی همراه بوده. بنابراین اون آمار رسمی که حکومت میده میدونیم که قابل اعتماد نیست. بخش دیگری که مستقل هستن و میتونن در واقع اعتماد رو برانگیزن، مثل مثلا یکیش مؤسسه گمان در هلند هست، یا کسانی که به شیوه های مختلف، پژوهشگاه هایی که به شیوه های مختلف میتونن
نظرسنجی بکنن یا آماری رو ارائه بدن، متاسفانه با کمبودهایی مواجه هستن، با موانعی مواجه هستن که اون اعتبارشون رو باعث میشه که ما از مطلق نگری یا اعتماد کامل بهش سر باز بزنیم. مثلا جمع‌آوری اطلاعات صرفا در حوزه داده‌های دیجیتال، مثلا در سوشال مدیا یا در اینترنت. خب ما میدونیم که همه ایران که به اینترنت دسترسی نداره، همه نسل‌ها به اینترنت با سوشال مدیا شبکه‌های اجتماعی کار نمی‌کنن. کنترل و سانسور تأثیر میذاره روی محتوای دیجیتالی که منتشر میشه. بنابراین همه اینها موانعی هستن که باعث میشن که آمار و داده‌ها در واقع همونطور که گفتم با اما و اگر همراه باشه. با این حال در بهترین شرایط پیش از انتخابات بالاترین رقمی که ارائه شده بود این بود که 35% در انتخابات شرکت میکنن. حالا اگر حتی بپذیریم این 41% که حکومت ایران داره اعلام میکنه برای مشارکت در انتخابات امسال، باز هم پایین ترین آمار در طول انتخابات های بعد از انقلاب اسلامی بوده. شرکت نکردن مردم در انتخابات چه معنایی داره و چه فوایدی از اون حاصل میشه؟ ببینید متاسفانه وقتی که ما درباره خیلی از کنش های اجتماعی سیاسی این روزها حرف میزنیم، نگاه ما بحث منافع ملی دیگه نیست. نگاه ما یک نگاه واکنشی به شرایط موجود هست. دلیلش هم این هست که ما ساختارهای اجتماعی و سیاسی برای داشتن یک چشمنداز روشن و برنامه ریزی شده برای اکت ها کنش های سیاسی نداریم. مثلا احزاب، جامعه مدنی، گروه های که بتونن مولد اندیشه سیاسی باشن، مولد چشمنداز سیاسی برای مردم باشن. بنابراین بسیاری از کنش‌هایی هست که به نوعی واکنش به شرایط موجود هست. این که تحریم انتخابات چه دستاوردهایی رو داشته باشه به نظر من یک مسئله روشنش با وجود اون در واقع پیش شرط اولیه‌ای که عرض کردم، یک دستاورد مهمش این هست که همبستگی ملی رو در یک نهی محکم به جمهوری اسلامی در شرایطی که رهبر جمهوری اسلامی به صراحت عنوان میکنه که هر گونه مشارکتی در انتخابات به معنای مشروعیت بخشی به نظام جمهوری اسلامی است. بنابراین شرکت نکردن در این انتخابات نشان دهنده همبستگی بسیاری از با همون آماری که دارن میگن امروز خب 59% در مقابل جمهوری اسلامی هستند. و مسئله دیگه سرایت کردن شجاعت هست. مسئله دیگه بیان فرصتی برای بیان همین بیانیه‌هایی که منتشر شد در این دوره و نشون دهنده اینه که علارغم اون سرکوب شدید سیاسی که در 2 سال اخیر اتفاق افتاده، با وجود اینکه بسیاری از فعالان، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران حتی به خاطر یک استوری کردن در اینستاگرام بازخواست شدن، بازجویی شدن، بسیاری از مردم، شروین حاجی فور به خاطر خواندن یک ترانه امروز حکمی گرفته که هم زندان هست، هم ممنوع الخروجی هست، هم دستاوردهای جمهوری اسلامی رو به اسم مجازات دارن بهش تحمیل میکنن. یعنی شما خواندن کتاب مطهری امروز مجازات جمهوری اسلامی است. بنابراین از نظر من همه اینها به نوعی دستاوردی هست برای نفی اون سیستم مسلط در واقع دیکتاتور تک صدا در ایران، و این هم صدایی در برابر اون تک صدایی خودش چیزی هست که به نظر من امروز خیلی خیلی ارزشمنده. کسانی که کماکان در صحنه موندن و گوش به فرمان خامنه‌ای رأی میدن چه منافعی رو دنبال میکنن خانم امینی؟ برای اونها واقعا بحث منفعته. غیر از یک قشری که به نظر من شاید من واقعا نمیتونم آمار بدم به همون دلایلی که عرض کردم، ولی نباید تعداد بسیار زیادی باشن که هنوز نه به سوشال مدیا دسترسی دارن، نه به اخبار دیگری که جز اخبار رسمی جمهوری اسلامی هست دسترسی دارن و طبق یک سنت همیشگی میرن رای میدن. ولی به نظر من بخش عمده ای از این آماری که دیروز پای انتخابات رفتن حتی از اون دسته نیستن. کسانی هستن که جمهوری اسلامی به هر طریقی
تلاش کرده که اونها رو جزء سر سفره خودش منشونه، جزء در واقع دستمزد بگیران جمهوری اسلامی هستن، نه برای شرکت در انتخابات، بلکه برای اینکه به هر حال اونها بخششون قول استخدام دارن، بخششون در واقع بخشی از بدنه جمهوری اسلامی هستن. به هر حال این همه اداره، این همه حوزه علمیه، این همه بسیج، اینها کسانی هستن که هم حقوق بگیرن هم حقوق میگیرن که در همین نمایش شرکت بکنن. بنابراین و یه بخشی رو هم باید بگذاریم برای کسانی که ببینید انتخابات یه بخشیش انتخابات مجلس رقابت های شهرستان ها برای تقسیم غنائم. من واقعا متاسفم از این کلمه استفاده میکنم، ولی سرمایه های ملی مردم امروز غنیمت در دست این حکومت و کسانی که برای دسترسی بیشتر به این غنایم با هم رقابت میکنن متاسفانه بخشی از همون مردم هستن که پشت میکنن به دیگرانی که هم بستن در نگفتن به جمهوری اسلامی. بنابراین اینها در واقع همونطور که شما گفتین در سوالتون، اینها بحثشون بحث منفعت اندکی هستن که شاید همیشه طبق سنت میرن در انتخابات شرکت میکنن. خانم امینی، آیا عدم استقبال مردم از انتخابات و عدم همراهیشون با نظام جمهوری اسلامی قابل پیش بینی بود؟ عدم مشارکت مردم حاوی چه پیامی برای سردمداران نظامه؟ بله، به نظر من نشانه های بسیار زیادی وجود داشت که مردم نه تمایلی به مشارکت در این سیرک انتخاباتی دارن، نه حتی به تماشای اون میشینن. ما به هر حال شبکه های اجتماعی و شهروند خبرنگاران بخشی از واقعیت های جامعه ایرانی رو امروز نمایان میکنن در رسانه ها. علاوه بر اون، نظرسنجی ها هم نشون میداد که اقبال مردم به انتخابات بسیار کاهش پیدا کرده نسبت به دوره های قبلی. با این وجود من در سالهای قبلی هم گفتم حتی اگر این آمار حکومتی رو باور داشته باشیم، اون هم نشون میده که حدس و گمانها خیلی دور از واقعیت نبوده و مشارکت مردم نه تنها نشون دهنده این هست که اونها سر کوتاه اومدن در نگفتن به جمهوری اسلامی ندارن که هیچ، بلکه اگر پاش باشه میتونن خیلی شجاعانه، مثل بیانیه‌ای که کارگران هفت تپه منتشر کردن، مثل بیانیه‌ای که دانشجویان منتشر کردن، بسیار صریح و بدون لکنت میگن که این حکومت دستش در جنایت فرزندان ایران هست و اونها به هیچ عنوان نمیخوان که در کنار این حکومت به چنین استبدادی ادامه بدن. ممنون از همراهی شما. آسیه امینی، فعال و تحلیلگر اجتماعی از نروژ. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهتهیه کننده این برنامه، شما سپاسگزارم.